هستم، کامران هستم، سوزی، رولند و سم. همه ما اومدیم خدمت شما با برنامه درس پرستش. این برنامه دوم درس پرستشه. سوم ببخشید. بله بله. برنامه سوم درس پرستشه. از خداوند میخوایم که همه شما رو برکت بده از طریق درس پرستش. اینم خانم بنده سوزی. حالا تو چطوری؟ Show number 3. We're so glad you're here. برنامه شماره 3 خیلی خوشحالیم که اینجایی. We're very excited. Yesterday we did have a great time on the last two shows. تو دو تا برنامه قبلی خیلی برنامه خوبی بود. خیلی عالی بودش. خدا رو شکر. Yes, we did. Yes. We feel like the Holy Spirit is really moving on behalf of you guys watching to teach you his ways in worship. میدونیم که روح القدس داره کار میکنه به صورت عظیم که به شما یاد بده از طریق این برنامه که چطور پرستشش بکنید. And we're very honored and excited to be serving you in this way. و خیلی این باعث افتخار ماست و خیلی خوشحال هستیم که میتونیم به این روش شما رو خدمت کنیم. The reason we're doing this. دلیلی که این کارو میکنیم is because we want to help you. میخوایم به شما کمک کنیم. Get closer to God. به خدا نزدیکتر بشین. And learn about worshiping him. و یاد بگیرین که او رو پرستش بکنین. In spirit and truth. در راستی و روح، در روح راستی. For transformation. برای تبدیل. Healing. شفا. Power. قدرت. Songwriting. نوشتن سرودهای تازه، سرودهای تازه. Your lives. برای زندگی هاتون. Families. خانواده ها، دوستان. Gatherings. جمع شدن هاتون. Churches. کلیساها. Cities, شهرها, nations, کشورها, and we're going to keep saying this over and over. و همین جوری اینو تکرار می‌کنیم بیشتر و بیشتر. We want to encourage you. می‌خوایم شما رو تشویق کنیم. To bring the fresh worship. که پرستشی تازه بیارین. On earth as it is in heaven. روی زمین همانطور که در آسمان هست. To really open up your nation. که کشورتون باز بشه. So we're going to sing a song first. پس اول در ابتدا میخوایم یه سرود رو با هم دیگه بسرایم. This is a good demonstration to start with. این در واقع یک مثال خیلی زیباست که میتونیم با شروع بکنیم. Because my husband, my fabulous, handsome husband. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شوهر عزیز خوشتیپ من. Who changed my life forever. که زندگی منو واقعا تبدیل کرد این شخص. He is like a lot of you. ایشون مثل خیلی از شما هست. He's a poet. مثل خیلی از شما یک شاعره. And we talked about that. و ما راجع به این تو برنامه قبلی صحبت کردیم. The incredible history of Persian poetry. تاریخ ایران و ایرانی در شعر و سرایدن شعر، گفتن شعر. I believe every one of you has this inside of you. من ایمان دارم که تک تک شما اینو خداوند درون شما قرار داده. Whether you're a musician or not, really. حالا چه موسیقیدان یا موسیقی باشین، بلد باشین بنوازین یا نه؟ He's a perfect example. ایشون یک مثال واقعا کامل اینجا نشسته. He's not a musician. ایشون یک موسیقیدان نیست. So he wrote this poem. یا نوازنده نیست. اما این شعر رو خودش نوشته. And Roland and I put melody to it. و من و رولند روش ملودی گذاشتیم. So again I want to apologize if I mispronounce several words. دوباره میخوام ازتون معذرت خواهی کنم اگه این دفعه چند تا کلمه رو با لهجه اشتباه بگم. So we're still learning. We're still learning Farsi. ولی میدونیم که همیشه یاد میگیم. You're doing great. ولی همیشه یاد میگیریم و بهتر و بهتر میشیم. We want to encourage you to write the poetry that's in your spirit when you're connected with God. میخوایم تشویقتون کنیم که اون سرودی رو که در روح درون شما قرار میگیره یادداشت کنید و یه جا بنویسید. And we're going to keep talking about that. و بیشتر این راجع به این صحبت خواهیم کرد. So that you can really connect with God and bring forth the words and the sounds and the songs for your nation. که بتونید اون کلام خدا رو به طریق این سرودها برای کشور خودتون اعلام بکنید. Especially if you are actually leading worship in your church or in your home group or something. مخصوصا اگر که شما توی کلیساتون و یا کلیسای خانگیتون رهبر پرستشی هستین. But we also still believe that it's for everyone. ولی ما اینو قبول داریم که برای همه است. Yes. So you sing your poetry while you're cleaning your house. پس وقتی داری خونه رو تمیز می‌کنی، شعرهای تازه به سرا. Cooking. غذا می‌پزی. Washing dishes. ظرفا رو می‌شوری. Walking the dog. سگاتو می‌بری بیرون. We don't have a lot of dogs. Yes, they do now. آره. دارن. Yeah, Shantia told me they had some now. My niece Shantia. She's awesome. We're getting a dog real soon. We're getting our first dog. رولان میگه وقتی قرمه سبزی میخورین. قرمه سبزی. Eating قرمه سبزی. Oh, eating قرمه سبزی.
eating kebabs. Tahchin, which I can make. I can make tahchin and toddy. ایشون برای تحچین هم درست کنه ایزان. Okay, this is called He Came. اسم این سرود هست آمده او آمده. Came and He Came. Now, oh, I'm all nervous. مسیح آمده تا گاو تو یاری کنه. خودش شما رو پر بسازد. زندگی شما و خانوادت او آمد تا روحش رو بر تو بریزد روی شهر شما او آمد تا روح خودش را روی تمام زمین بریزد روی همه زمین بریزد روی خانه های شما روی کشور شما We want to sing over you. خدا گوش میکنه و بر روی شما میخونه. آزادی. آزادی از جاهایی که فکرش نمیکنیم میاد. از آزادی. نفس خدا الان داره میاد بر تو جاری میشه. آزادی، آزادی. از جاهایی که فکر میکنی، زمانایی که فکرش نمیکنی. آزادی میاد بر تو. آزادی. Azadi.
مسیح تو آزادیت رو میاری. الان توی خونه های عزیزان میاران در خونه های عزیزان در زندگی شما الان در قلب های شما از روح خدا میخوام که روح تو روش بیدار کنه. We ask the Lord to touch your human spirit. میخوام که خداوند with his Holy Spirit الان به روح تو به وسیله روح قدس لمسی تازه بکنه بر تو. That you would be connected to the spirit of the living God. که تو وصل بشی به روح خدای زنده. The one true God who loves you. به خدای حقیقی که عاشق تو است. عاشق تو است. عاشق تو است. Even if you don't know him. حتی اگه او رو نمیشناسی. He loves you. او عاشق تو است. There is only one God who loves. تنها یک خدا هستش که تو رو دوست داره and he loves you و او عاشق توست همین الان and he wants to fill you with his Holy Spirit. و میخواهد که با روح خودش با روح قدس تو رو پر بسازه be filled with the Holy Spirit. پر بسازه با تو رو با روح قدس به نام مسیح be filled. پر بشو از روح خدا 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 بذاره که خانواده تو از روی خدا پر بشن With the truth of the loving God. با حقیقت خدای محبت the truth of the living God. با حقیقت خدای محبت خدای زنده پر شو پر شو پر شو پر شو پر شو واو We are doing this show to bless you. ما این برنامه رو انجام میدیم که به شما برکت بدیم. برکت. So please, Cameron, Sam, and Roland, if you during the show you have anything specific, especially to you know to encourage, please tell us so we can tell the people at home. Yeah. اگر کامران، سام و یا رولند چیزی هم هستش میخواین برکت بدین، عزیزان رو بفرمایید بگین که از شما چیزی هستش میخواین. So we're going to talk every show about scriptures in the Bible. Yes. در هر برنامه راجع به کلام خدا صحبت می‌کنیم. That teaches about worship. که به ما یاد میده از پرستش. In spirit and in truth. در روح و راستی. So there's a lot of new spontaneous things involved in that. از خیلی چیزهای جدید فلودای این وسط‌ها می‌شنوید و می‌بینید. So you really should watch the first two shows if you haven't seen. پس اگر هنوز برنامه اول دوم ندیدین، تشویق می‌کنم که حتما نگاه بکنید. Is it possible to بله. see them again? بله بله. آیا امکان داره بله میتونید نگاه کنید حتما. Cuz we're giving definitions for everything in the Bible what it means and then we want to encourage you how to live your life this way. چون که ما در واقع معنی همه اینا رو در میاریم و می‌خوام تشویق کنیم که چطور زندگیتون رو بر اساس همین پرستش زندگی بکنید. Of course it's for your churches and your fellowships. Can you just that mic? مسلماً برای کلیساهای شما و همچنین مشارکتاتون هم به کار میره. But we believe it's for everybody. Yes. اما نه فقط برای اینکه شما دیگران خدمت کنین بلکه برای همه آدم‌های روی زمین هست. Remember yesterday Psalm یادتون هست دیروز چی گفتیم در مزمور؟ Psalm 40? چه؟ No. Psalm 91. 91. Let me look.
Psalm 96. 96. Psalm 96 verse 1. مزمور 96 آیه 1. Sing to the Lord a new song, all the earth. میگه که سرودهای تازه برای خداوند تمام زمین بسرا. Okay, so today we're going to talk about psalms, hymns and spiritual songs. پس امروز ما می‌خوایم راجع به مزمور، سرودها و سرودهای روحانی با شما صحبت بکنیم. Which is mentioned twice in the New Testament. که دو بار در عهد جدید صحبت شده. I believe when something's mentioned twice in the Bible, God is really liking that. من ایمان دارم اگه چیزی دو بار در کتاب مقدس راجع بهش سخن گفته شده و حرف زده شده، خدا خیلی دوستش داره. Okay, like yesterday we talked about two scriptures that were mentioned a scripture that's mentioned twice. همونجوری که تو برنامه قبلی که راجع به یک آیه که دو بار صحبت شده راجعش گفتیم. Restoring the tabernacle of David. راجع به همون عهد بود که در واقع صندوق عهد بود که داوود دوباره برگردوند. Which has everything to do with your heart. که همش ربط داره به قلب شما. And a lot to do with spontaneous worship. و همش ربط به این داره که پرستش فی‌الوداعی بکنیم با خداوند. Because that's what David set up in the beginning. به خاطر اینکه داوود هم همین رو آماده ساخته هم اول کارش. And in the beginning churches. پس کلیساهای قرن اول، کلیساهای اولیه. They did a lot of spontaneous singing. خیلی سرودهای فی‌الوداعی می‌خوندن برای خداوند. And they sang a lot of spontaneous scripture. و خیلی از اون سرودهایی که می‌خوندن از فی‌الوداعی از کلام خدا بود. Some leaders back in the beginning of primitive Christianity, does that translate? Yeah, بعضی از رهبرای همون اولیه مسیحیت even went so far as to say حتی تا اینجا رفتن که اینو بگن که you should never read the Bible without a melody. شما هیچ وقت نباید کلام خدا رو بدون یک ملودی، بدون این آهنگ بخونید. کلام خدا رو باید با آهنگ بخونید. Because hearing the scripture with a sweet tune will really soak into your being and really it just everybody loves it and receives it better. به خاطر اینکه وقتی که با تون، یعنی اینکه در واقع در تون فکر کنم میشه فارسیش هم نه با آهنگ و اینا میخونی، از درونت میاد میشینه و قدرت عظیمی داره. At one point they almost made it a rule in the church you could never read the scripture without singing it. You had to sing it with a melody. حتی در یک زمانی یه قانون شد توی تاریخ کلیسا که اگر می‌خواستی کلام خدا رو بخونی باید حتما با یه ملودی می‌خوندیش. I mean anybody can do that. هر کسی می‌تونه این کارو بکنه. So it's easier for us in the west to have our bibles, of course we know that, right? برای ما که توی غرب هستیم خب آسان‌تره که کتاب مقدسمون داشته باشیم. But in their homes اما توی خونه هاتون they can just sing it. Just میتونید بخونینش و ازتون خارج بشه. Right? Like this. We'll just try it. الان میخوایم امتحان کنیم با هم دیگه. Let's demonstrate. حاضری میخوام بهتون نشون بدیم. Then we'll talk about Psalms, hymns, and spirit. Okay, I'm looking. مزمور صحبت میکنیم. I'm looking for my Bible here. دارم کتاب مقدسمو پیدا میکنم توی تلفنم. I mean, praise God for technology, huh? خدا رو شکر برای تکنولوژی نه. Amen. Or we wouldn't be here talking to you right now. اگه تکنولوژی نبود، الان نمی‌تونیم اصلا اینجا بشینیم با شما صحبت کنیم. از طریق همین تکنولوژی که تو خونه‌های شما ایم. Look what mine was already on. نه کنیم ببینیم که کتاب من در کجا بود. یونا. Jonah's prayer. Okay. I'm going to sing part of Jonah's prayer. می‌خوام دعاشو بگم براتون. And you play whatever you want to play. Yes. I'm going to sing. So we are spontaneously getting ready to sing scripture so we can show you how easy it is. Let me open it up here too. منم بذارین باز کنم. میخوام بهتون همین الان نشون بدم که چطور میتونید همین الان شروع کنید دعا کردن. Yes. So you can go ahead and read it in English and I'll go ahead and read it in Farsi if when I find it. I'll sing it and then you can Oh, شما میخونیش. سرودش میخونه. I'm going to sing it so I can demonstrate. بفرمایید. I'm here. I just opened my phone to Jonah 2 because my girlfriend sent me the scripture last night. That's why it opened. چون که دوستم دیشب اینو برام فرستاد به خاطر همین اینو بازش کردم الان. خدا رو در سختی هام صدا کردم، نام او رو صدا کردم.
Yes. صدای من رو شنید او. خداوند صدای من رو شنید. He heard my voice. صدای من رو شنید. صدای ما رو میشنود. When we cry out to the Lord. وقتی به حضورش میریم با التماس از او میخوایم. او میشنوه ما رو. او میشنود ما رو. The waters have closed over me. آبها بر روی من بسته شدن. با اینکه تاریکی دور و بر من بود، اما خداوند رو صدا کردم و او صدای من رو شنید. We call out to you, Lord, and you hear our song. خداوند تو رو میخونیم و تو سرودهای ما رو میشنویم. We sing praise to you, Lord, and you hear our song. خداوند برای تو میسرایم و تو ما رو میشنویم. When the waters close over us. تو وقتی آبها بسته بشن. When the darkness enfold us. وقتی تاریکی بیاد. We cry out to you, Lord, and you hear our song. خونیم خداوند و تو ما رو میشنوی، نفس ما رو، درون ما رو میشنوی. Okay. You see? میبینین؟ میبینین؟ I'm not just pretending when I say we can all do this. من همینجوری الکی نمیگم که ما همه ما میکنیم. همه واقعا میتونیم کارو انجام بدیم. You can do that, right? بله، yes. You can do that. He can do it. I can do it. To make the melody because the word is there. You just have to trust your piano player. If you already play an instrument, then you can do it yourself. چیزی کامران جان گفتن بعد یاد بگیرن که چجوری ملودی رو بزنن و سوزی جان در جواب گفتن که باید اعتماد کنی به کسی که پیانو میزنه برات یا اینکه خودت همون لحظه به سرای چون که کلماتش رو داریم اینجا. I mean, there is a trust you need to have if you're working with a musician and you're not playing your own instrument. پس باید اعتماد بکنی به گروهی که برات داره مینوازه و اگر خودت به تنهایی نمینوازی باید کسی اعتماد داشته باشی به تیمت. Sissy, would you tell them about as a musician receiving the melody spontaneously from the Holy Spirit? از سوجان خواستیم که توضیح بدن راجع به اینکه ملودی رو از روح القدس چطوری دریافت کنیم. I mean, I knew whatever he played I could just trust the Lord to just start singing. And we have to talk about fear too. I have overcome a lot of fear to get where I am. But first let's hear from Roland about playing. May I translate what you just said right now? من واقعا اعتماد داشتم به رولند و میدونم چیزی که داشت مینواخت از خدا گرفته بود. Go ahead, Roland. You know, I was going to say, you just start somewhere. میخواستم بهتون بگم از یه جایی شروع کنید فقط. I don't know if you even heard at the beginning of that. من اگه شنیدین اولش که داشتم مینواختم I was a little shaky as Susie came in. یه ذره با مثلا لرزش اینا بود خوب کامل نمیزه نواختم. But I think that's actually part of this demonstration. Yeah, I was shaky too. Because I was like, where are we going? Because این اصلا باید اتفاق میافتاد که بتونیم به شما این نشون بدیم و سوزی هم گفت منم همینطور. منم اولش خوب مسلط نبودم. You start and then you hit a vein. شما شروع میکنید و اون موقع وقتی که شروع میکنید یه راهی رو میگیرید از خدا که کجا رو ادامه بدین و روش تمرکز کنید. You know when you're reading scripture and a certain line or word just stands out at you, the Holy Spirit makes it stand out. تا دیدین وقتی که کلام خدا رو میخونید یه کلمه از اون آیه میزنه بیرون و قشنگ با قلبت صحبت میکنه. When you're singing and playing like this, you hit a vein that you know is filled with life. And when we find that place that's life filled, we stay on it and we let it sit,
you know. Marinate. Yeah, let's say that, and then I've got something to say about the music. وقتی هم همینطور همینجوری هم وقتی میخونی like خورش. وقتی میخونی یا مینوازی همینجوری داری میخونی مینوازی یه چیزی برات میاد که میدونی این از خداست و قویه و ما روش تمرکز میکنیم و میذاریم که پخته بشه. میذاریم این قشنگ بمونه جا بیفته. Because Susie found the vein. What was that line? Something hear your voice. Susie اینو پیدا کرد وقتی داشت میخون. Yeah, I feel like it was for the people watching. I called out to the Lord in my distress. And then it says he answered me. He heard my voice. Yeah. من فهم می‌کنم این جایی که برای من باز شد و می‌دونم برای شما عزام بود که خدا تو قلب من گذاشت اون قسمت از این آیه بود که گفتش من وقتی تو سختی بودم خدا رو خوندم و می‌دونم که با من صحبت کرد. So if you're in distress, پس اگر شما توی سختی هستید, that spontaneous scripture song was for you. این الان شعری که خوندیم برای شما بود. But it was also a demonstration of what you can do. و همچنین یک مثالی بود که شما ببینید چیکار میتونید بکنید با کلام خدا. Yeah, musicians, you know, you have like a palette of sound, like a painter has a palette of colors, right? شما به عنوان موسیقیدان ها و نوازندگان در واقع یه جعبه دارین که پر از صداها توشه که میتونید در بیارید مثل یک نقاشی که رنگ‌های مختلف داره. And your favorite chords and your favorite chord progressions, that's like your palette and you get to pull from this and pull from that and pull from this. و نوت‌های مختلفی که در جلوتون هست مثل اینه که مثلا نوت‌هایی که خیلی علاقه دارین بهش از جاهای مختلف میتونید درش بیارین ولی بعد ساده نگرش دارین. Right, you keep it simple. Simple. So that someone can sing over it because I want to support the singer. I want to support that person that's releasing that song. و به عنوان نوازنده شما باید اینو ساده نگرش دارین. چرا؟ چون که به عنوان نوازنده شما دارین کسی رو که میخواد سرودهای نبوتی رو بخونه باید سپورتش بکنین. سرودهایی که توش کلمات نبوت وجود داره. نبوت یعنی چی؟ یعنی که از خداوند صحبت کردن. به عنوان نوازنده باید سپورتش بکنین. Also, if we're with our friends. همچنین اگه با دوستامون هستیم. Or we're in a gathering. یا اینکه توی یه جمعی هستیم با دیگران. Any kind of gathering for worship. هر جمعی که هستش برای پرستش. Then I'm going to teach everyone that new song right in the moment. و من اون سرود تازه رو همون لحظه بهشون آنن یاد میدم. And everyone's going to sing. I called out to the Lord and he heard my voice. And I'm going to sing. Everyone sing. و به بقیه یاد میدم که چطوری بعد از من تکرار کنم و اینو بخونن که همه درگیر بشن. This is about the power of worship. این یعنی قدرت پرستش. If he's saying this scripture for you right now. اگر الان این کلام این در واقع آیه برای شما خدا داره میگه. And we're singing it over and over. و ما هی داریم تکرار میکنیم و اینو میسرایم. And then we can make it into a worship song. و بعد تبدیلش میکنیم به یک سرود پرستشی. And sing it for several months. و برای ماها میخونیمش. It's going to happen. اتفاق میفته تو زندگیتون. He's going to pull you up, going to pull us up out of the deep. Pull us up out of the darkness. از اون چاه تاریک میکشتت بیرون. Cuz we're singing out and he's hearing our. به خاطر اینکه داریم میخونیم و خداوند میشنوه صدای ما رو. Does that make sense? It's for now. آیا معنی داره؟ برای همین الانه، یعنی برای آننه. Again, we're not saying anything against all the old songs we're doing, but this is the power of worship. آمین. آمین. ما اصلا چیزی مخالفت با سرودهای گذشته نداریم ولی میگیم که این قدرت پرستشه که آنن خدا بهت بده و تو هم اعلامش بکنی و تو زندگیت انجام بشه. Keep doing those old songs, but start doing this. حتما سرودهای قدیمی رو هم بخونید، ادامه بدید، ولی یادتون باشه که این کارا رو تکرار بکنید. Okay, let's talk about fear. خب حالا میخوام راجع به ترس صحبت بکنیم. Here's one scripture we can do. دوم تیموتائوس. 2 Timothy 1 verse 7. دوم تیموتائوس 1 آیه 7. I didn't put that on there, honey. I don't have it here. Oh, we can just say it. Okay. I'll just say it and you can translate it. من آره من اینجا درش میارم. چیه؟ 2 Timothy. دوم تیموتائوس. 1 verse 7. الان دارم میارم عزیز جان. خب. For the spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and a sound mind. For we have not been given a spirit of fear, but power, love, and a sound mind. So, دوم تیموتائوس چند بود بخش؟ 2 Timothy chapter 1 verse 7. Okay, یک هفت. دوم تیموتائوس یک هفت. هفت. یک. Say it again, please. یک هفت. Good job. آفرین. زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است، ما را ترسان نمی‌سازد. بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خیشتنداری پر می کند. At first when you start singing spontaneously or singing new songs in the moment. وقتی اول شروع می کنید که سرودهای فلودای و اون لحظه
از خدا بگیری و اعلام بکنی you definitely have to break through some fear. حتما ترسایی میاد و بعد از این ترسا آزاد بشی و ازشون بیرون بیای. We want to encourage you to break through that fear. میخوایم تشویقتون بکنیم که از اون ترسا بیاین بیرون و بشکنینشون. In fact, we pray over you right now. یعنی میخوام براتون دعا بکنیم. You have not been given a spirit of fear. روح ترس برای شما نیست. خدا به شما روح ترس رو نداده. But power. ولی قدرت. The power of the Holy Spirit. قدرت روح القدس. The power of love. قدرت محبت. And the power of a sound mind. و قدرت فکری که میتونی تمرکز کنی. So that's what we have to overcome. بشی. We have to overcome the fear پس and have باید courage. باید ترس رو برش غلبه بکنیم و باید در جرأت کامل این سرود رو اعلام بکنیم. We want to pray courage into your hearts right now. الان می‌خوام برای جرأت توی زندگی‌های شما دعا کنیم. Courage into your spirit, into your soul, into your mind. جرأت توی روحتون، توی تمام وجودتون و توی فکرتون. The courage that the Holy Spirit brings. جرأتی که روح القدس فقط میاره. To worship God. که خدا رو با او بپرستید. In your lives. توی زندگی هاتون. To worship God that will to bring the worship that will change everything. پرستشی که همه چیز رو تغییر بده. We pray courage. الان جرأت و جرأت رو دعا میکنیم. جرأت. Anybody else want to pray anything about that fear or say anything? کسی دیگه میخواد دعا کنه برای ترس؟ من یه چیزی میتونم بگم. Can I say something? Yeah. خیلی وقتا توی فرهنگ ما یه کار تازه‌ای که می‌خوایم توی جمعی انجام بدیم چون که حالا از دیگران نیومده کسی دیگه انجام نداده یه ترسی داریم که دیگران ما رو قضاوت بکنن ولی وقتی خدا تو قلبت میذاره تو اعلام بکن با جرأتی که الان دعا کرد سوزی courage اعلام بکن و بدون که دیگران هم میان دنبال تو تازه اونم میگن ما هم بیشتر میخوایم چون تو به خداوند بله گفتی نه به انسان متاسفانه ما خیلی وقتا میترسیم یه کاری رو انجام بدیم چون که فکر میکنیم دیگران ما رو قضاوت میکنن اون لحظه چون که میدونی از خدا گرفتی میدونی تو قلبت الان خدا داره میگه این سرودو بخون این سرودو در روح و راستی بخون اعلامش بکن و نترس از اینکه دیگران قضاوتت بکنن. I basically just said in our culture it's kind of like, you know, the shame culture. You know, we're afraid other people yes. will judge us. I was like, don't worry they about will. Other people judging you. Just start singing, and they will follow you once you do it. Tell them that Susie said they will. They will judge you. Yes, they will. All right. بله, Susie جان میگه که مطمئن باشین قضاوت میکنه. نه اینکه شاید. مطمئنن قضاوت خواهیم شد. Fear is worldwide. و بدونین که ترس برای همه دنیاست. Humanity at this point in history is nothing but trembling in fear. الان توی این انسانیت همش فقط نگرانی و ترسه. Some of you live in countries where it's just a lot more intense. بعضی از شما توی کشورهای زندگی میکنید که خیلی این در واقع قویتر و بیشتر شاهدش هستین. The enemy is bringing fear into this world non-stop, which is why it's hard to break through. دشمن ترس داره میاره توی این دنیا و بدون اینکه اصلا دست برداره همینجوری داره ترس رو میخواد بیشتر کنه بین ما. That's why we want to bring you prayers of courage. به خاطر همین ما دعا میکنیم که شما جرأت داشته باشین. In my life, which is way different than your life, I'm sure I do things to break through when I come into fear, I do things purposely to overcome my fears, whatever I can think of. توی زندگی من وقتی اون ترس میاد شاید با زندگی شما متفاوت باشه من همیشه کاری میکنم که بر اون ترس غلبه بکنم یعنی خودم میرم یه کاری میکنم که بر ترسم غلبه بکنم درسته؟ میشه can you give us example مثلا مثال بزنیم برامون؟ Mine would be more physical. برای من خیلی بیشتر از مثلا بدنی هست. I'm afraid of heights. مثلا یه چیزی که من ترس دارم ازش از بلندی میترسم. So if I see a bungee across a 1,000-foot gorge, then I'm going to do it. مثلا برای مثال من از ترس از بلندی خیلی میترسم. رفتم یکی از این طرابا هستن که از بالای پل خیلی بلند بس میکنم میندازه خودو پایین دوباره میارم بالا. از اونها همیشه ترسشم رفتم از اونها رو در واقع انجامش دادم این کارو چون که میخواستم بر ترسم غلبه کنم. آفرین. Yeah. And you're still here. I'm still here and it scared me really bad. من میگم هنوزم اینجایی ولی خیلی ترسوندش اما انجامش داد غلبه کرد بر ترسش. Yeah. So it's a feeling of fear when you're doing something no one's ever heard before. You're going to sing something you've never sung before. و این یه ترسه وقتی میخوای یه چیزی رو بخونی که تا حالا هیچ کسی تو دنیا نخونده و برای اولین بار میخوای از دهان تو خارج بشه ترس داره توش. So practice at home. پس توی خونه تمرین کن. Practice. Get together with your friends. با
دوستات جمع شو و اونجا تمرین کنید با هم. And make worship circles. و تو دایره بگیرین، در واقع جمع بشین و شروع کنید اونجا پرستش کردن بین هم دیگه. Just make up songs. برای خودتون سرود بسازین، از خدا بشنوین و سرود بسازین. That's how I started. من اینجوری بود که شروع کردم. Just trying to hear the Holy Spirit. صدای روح القدس رو شنیدم. And singing what I feel like he's singing. و اون چیزی رو که احساس می‌کردم که او در من گذاشته که بخونم و اعلام می‌کردم. I will say this. من اینو میگم. It will never ever be perfect. ولی میخوام بهتون بگم هیچ وقت کامل نخواهد بود. اینو یادتون باشه. شما دنبال کاملیت نگردید. کامل نخواهد بود. As clearly we are demonstrating here. همونجوری که می‌بینید ما الان اینجا داریم براتون اجرا می‌کنیم، ما کامل نیستیم. اشکالاتمون رو قشنگ می‌بینید. It will never get perfect. هیچ وقت کامل و عالی نخواهد شد. But it will get easier as you press through the intimidation. اما یه چیزی یادتون باشه. همین جوری که روی سختی‌هاش مقابله بکنید براتون آسان‌تر خواهد شد. It will get easier and you will fall in love with the fresh word, the fresh music. آسان‌تر خواهد شد و شما عاشق اون سرود تازه میشید. And people will be changed, you will be changed. It's worth it. و مردم عوض میشن، شما عوض میشین. واقعا ارزشش داره که این کارو انجام بدید. Even if it doesn't rhyme. حتی اگه هم قافیه نبود، برادر پرسیدن گفت حتی اگه هم قافیه نبود شعرتون. Nope, even if it doesn't rhyme. آفرین. I want to ask Kamran a question. When he wrote the song, how he got it from the Lord? Can yes, I ask him that? Yes. وقتی اون سرود رو نوشتیم که خوندن عزیزان، تو چه حالتی بودی؟ چه جوری گرفتی از خدا؟ برای ما رو ببر تو اون روز، اون لحظه. من دوست داشتم یه شعری بنویسم برای بچهای ایرانی، برای خودمون. بعد رفتم تو قلب خودم گشتم. اون احساس خودم رو با مسیح نوشتم. من معمولا هر چی که احساس میکنم راجع به مسیح اونو مینویسم. خود نوشته بود آمدم تا قلب تو یاری کنم. اون حس میکنم اون همیشه میاد که قلب من رو یاری بکنه. پس اون احساس خودم رو برای مسیح نوشتم. شاعرم نیستم، قافیه‌شم زیاد خوب نیست، ولی ممکن از قافیه نداشتن خجالت بکشم، ولی از قلب خودم خجالت نمیکشم. But you did rhyme the whole song. ولی تو هم قافیه هم بود خیلی شعرت عزیزم. And it's so beautiful. خیلی هم زیباست واقعا. دقیقاً. دست قلب را بگیرد تا ببلا حربی روی ماه را بشوید تا من تو من شوی. Oh, it's beautiful. خیلی قشنگه. آفر مرسی که گفتیم برام. من اگر یه خورده خجالت نمی‌کشیدم می‌رقصیدم اصلا. آفرین. خب حالا دیگه خجالت بدم قوی نیستم هنوز، ذره ذره حالا. کارون جان برای من چی توضیح دادی؟ گفتین که این میشه شعر سنتی هم کرد، حتی با دف و آره با دف و این چیزا میشه زد، با تنبک و آره دیگه. به امید خدا بتونیم این کارم انجام بدیم. I told him that we could make this with Persian instruments too, this song. It's so like, you know, it's so rich. You could make it even with Persian instruments. Huh? And that's what we want to really encourage is. و ما میخوام تشویقتون کنیم واقعا. Some of your pop music is really beautiful. خیلی از شعرهایشون پاپ میوزیک. Yeah, the Persian خیلی pop. Persian popular music. دقیقاً. Yeah. خیلی از آهنگایی که معروف شما که در واقع سبک پاپ هستش خیلی زیباست. Let's do worship songs like that. پس بیاین آهنگ پرستشون رو همونجوری تو اون سبک بذاریم. Can we do that? Yes. It doesn't okay. have to be lifeless, huh? Yes, you need life. Your باید life. باید توی زندگی باشه. Your باید. History. تاریخچه تو توش باشه. تاریخ شما. زمینتون، کشورتون. Your incredible poetry. Your beautiful language. Oh my gosh. زبان زیباتون. Farsi is one of the most beautiful languages in the world. فارسی یکی از قشنگترین زبان‌های دنیاست. Okay. I thought it was French. French is beautiful too. بگو لطفاً من فرانسویه. گو فرانسویم خیلی قشنگه. But Farsi is It's like when you deep talk, well. It's a deep well of poetry. It's like in your veins. Yes. Yeah. ولی فارسی فرقش اینه. گفتم من فکر کنم فرانسه قشنگترین زبان. آخه میگن زبان عشق دیگه فرانسوی. ولی خیلی قشنگ میگه. میگه ولی وقتی فارسی رو صحبت میکنی انگار از اون عمق در واقع شعر میاد. انگار از تمام وجودت میاد بیرون و خیلی قویه. نه ریشه داره خیلی. Yes. Therefore, your passion for Jesus in worship is not going to come through someone else's sound. It's not going to happen. پس علاقه شما برای عیسی مسیح از شعر کسی دیگه نمیاد بیرون، از شخص خود شما میاد بیرون. Let me rephrase that. بذار یه بار دیگه بگم بهتون.
there will be a lot more passion for your lives and your families and your nation when you start making these worship songs through your sound. There will be a lot more passion in it. اشتیاق بیشتر و عمق بیشتر و اون در واقع اون هیجان بیشتری در سرودهای خواهد بود که از درون شما و شخص شما خارج میشه تا کسی دیگه ای و شما رو بخواید تکرار کنید. Okay, I know some of you are already doing this. میدونم بعضی شما همین در حال الان دارین انجام میدین این کار رو. We're just trying to get you deeper. ما فقط داریم سعی میکنیم که شما عمیق‌تر و عمیق‌تر بشین. Into the sound of God for your nation for this time. که صدای خدا رو برای کشور شما و در حال الان در زمان حال انجام بدین و اعلامش بکنید برای کشورهاتون okay. برای so, تمام ملت ها we have two scriptures about... دو تا آیه داریم yeah, دارین نشون شما sorry we have two scriptures دو تا آیه داریم this is about psalms hymns and spiritual songs این در مقابل در واقع در رابطه مزمور شعرها و شعرهای روحانی است and camera's going to read them is it Ephesians Ephesians 5:19 and Colossians 3:16. فصل پنجم آیه 19 با یکدیگر درباره خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید. اینجا گفت در دل خود در دل in your نه heart. فقط در مغز not in your mind but in your heart در دل yeah. خود در برای دل خداوند خود. آهنگ بسازید و بسرایید در دل خود در دل خود, دل خود. So one of the things it says is in our in the English one the English uh-huh. Bible is mm-hmm. Teaching and admonishing each other which means encouraging each other. در واقع توی ترجمه انگلیسیش خیلی قشنگ میگه که یاد بدیم و دیگران همدیگر رو تشویق کنیم. With psalms, hymns and spiritual songs. با مزمور، با سرودهای روحانی و سرودهایی که از دهن شما خارج میشن. So you if you're going to encourage someone, you're encouraging them for now. پس اگر شما last year. پس اگر میخوان کسی رو تشویق کنین، برای الان تشویقش میکنین، نه بخاطر کاری که پارسال کرده بوده و یک اتفاقی که قرار افتاده بوده. So it's fresh. پس تازه است. So a psalm is music with accompanying. It's singing with accompaniment. پس یک سرودی است که دیگران تشویق میکنه و بلند میکنه. It means to celebrate worship to God with music and accompanying tunes. میگه که خداوند را بخوانید و برای یکدیگر بخوانید با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید. Okay. This includes, now, do we talk about our heavenly language here? No. We don't? No. Oh, no, we do. I thought you said if we did or not. Do you? Yeah. Okay, so that includes tongues. Yeah. And sometimes interpretation of tongues. به زبانها و ترجمه زبانها. No, I thought you asked if we have already shared or not. But we do share on this yes, station. Yes, okay, I thought good. You asked in this program if we have already shared or not. I'm sure some people know and some people don't know. About tongues, we don't have time to teach on that, but these a psalm can include that. یک مزمور در واقع میتونی به زبان‌های فرشتگان هم صحبت بکنی به زبان‌ها. A psalm can be a pre-written song or a new song. در واقع یک songs or songs psalm. This is psalm. مزمور میتونه از قبل نوشته شده باشه یا اینکه الان نوشته بشه. We want to release and pray for you guys to start getting psalms yes. for your nations now from God. می‌خوام براتون دعا کنیم که مزمورها رو برای کشورتون از خداوند بگیریم، برای ملتتون از خداوند بگیریم. مزمورهای تازه. مزمور. آفرین رولند. Okay, so we got psalms and we got hymns. پس مزمورها آهنگ‌های تازه. Okay, a hymn is a song of praise that glorifies God. سازهای آهنگ‌های تازه در واقع کلمه‌ایه که خدا رو جلال میده از دهان ما خارج میشه و خدا رو جلال میده. A song used to sing of God's praise to others as a testimony. در واقع یک آهنگ برای دیگران خوندنه که در واقع از شهادتمون میاد خارج میشه. چیزایی که اعلام میکنیم و میخونیم شهادت زندگی ماست که دیگران میشنون. Usually pre-written. که از قبل مثلا نوشته شده. But can also be a new song. ولی میتونه همون لحظه آنن هم در آن واحد هم باشه، تازه باشه. Remember a new song is unrehearsed and unplanned. یک شعر تازه تمرین نشده و از قبل برنامه‌ریزی واسش نشده. Talked about that in show number 2. تا
توی برنامه شماره دو راجبش صحبت کردیم اگه یادتون باشه. So we want to release the hymns right now for you to hear the new hymns from God. همین الان می‌خوایم سرودهای تازه رو برای شما اعلام بکنیم و برای شما دعا بکنیم که از خدا بگیرید. For your nations. برای ملتتون. What do you think that was? برای ملت‌ها. I wonder what that was. A hymn or a psalm that I was just making out of a Jonah. That was psalmish. اونی که الان از در واقع خوندم از روی کلام خدا می‌خواستم ببینم که مزمور بود یا شعر بود. داریم فکر می‌کنیم مزمور بود ها؟ مزمور؟ No, it was a hymn directed a song used to sing of God's praise to others as a testimony. Kind of it was a hymnish. Yeah. It was a new song and probably a hymn. بود نه؟ سرود بود ولی مزمور نبود. It was definitely a spiritual song because I was singing from the breath of God in me. سرود روحانی. آفرین. That's right. And that's the next one we have. چون مستقیم برای شما اعلام می‌کردم. So the hymns, Jesus and his disciples sang a hymn at the Last Supper. عیسی مسیح و شاگرداش تو موقع شام آخر این خوندن این سرودهای روحانی رو پرستشی. Oh look, they say Jonas was singing a hymn in the belly of the whale. و do you know why? Wow. و وقتی که در واقع یونس توی شکم کوسه بود، درست میگم؟ نهنگ بود، داشت میخوند، سرودهای پرستشی میخوند. Because part of that prayer. چون که قسمتی از دعاش. You can find it in the Psalms. میتونین توی مزمور پیدا بکنین. And Jonas knew all the Psalms that David had already written. و او تمام مزمورهایی رو که داوود قبلا نوشته بود و میدونست. So some people think he was singing David's Psalms in the belly of the whale. بعضیا فکر میکنن که توی شکم نهنگ داشت مزمورهای داوود رو اعلام میکرد. Did you know that? That's so cool. میدونی اینو خیلی باحاله. راست میگه ها. Jesus on the cross said, "Why have you forsaken me?" That was David. David's song. آره دیگه. Yeah. And a lot of people think عیسی مسیح هم که روی صلیب گفتش که چرا مرا ترک کردی اونم در واقع داوود گفته بود. داوود گفته بود. A lot of Bible music historians they feel like a lot of the prophets were singing more than they were speaking. خیلی از در واقع کارشناسانی که روی تاریخ دانان در واقع که کتاب مقدس رو تحقیق کردن میگن که اون زمان خیلی از prophets were singing. آره. خیلی از نبی ها وقتی صحبت میکردن با شعر صحبت میکردن. So one of the definitions for prophet is poet. در واقع یکی از معنی های نبی همون شاعر هستش. Which keeps pointing back to Persian history. پس برمیگردیم دوباره به تاریخ ایران. Poetry. I'm telling you. همون شعر سرایی. I really believe you guys are going to bring forth songs that are going to change everything in the Middle East and out. Making this up. من اصلا اینو نمی‌سازم. میدونم که خدا از ایران استفاده خواهد کرد که خیلی چیزا رو تغییر بده. سر دیگه مون لاست. I believe that Persians ایمان دارم که ایرانی‌ها به طور مخصوص are going to bring forth میارن به جلو یعنی انجام new hymns and psalms that are going to change the nations and especially the Middle East. و این سرودهای روحانی تازه رو میارن که ملت‌ها عوض میشه، مخصوصا توی خاورمیانه تأثیر خیلی عظیمی خواهند داشت. I can feel the well. There's a well opening now. Let's pray. Let's pray. داره باز میشه الان. So let's pray for this well to open. Can you pray? میخوام دعا کنیم. از شما دعا کنید لطفاً که این چاه باز بشه. خداوندا، میایم خدمتت. ازت میخوایم که ایرانی‌ها رو برکت بدی. ازت میخوام که ایرانی‌ها رو بلند کنی. ازت میخوام که به ایرانی ها بگی که چقدر دوستشون داری. ازت میخوایم که به ایرانی ها همه تک تک ایرانی ها بگی که چقدر خوشنود هستی ازشون. ازت میخوایم که به ایرانی ها بگی که چه برکتی رو تو خونشون و تو زمینشون، تو فرهنگشون و تو شعرشون گذاشتی. ما تمام اون برکت‌هایی که از قدیم تو ایرانیا گذاشتی همه رو می‌خونیم الان. میگیم جمع بشین، جمع بشین، جمع بشین و تمام اون شعرهایی که از قبل بهشون دادی، روحیه شعرنویسی که ای خدای بزرگ بهشون دادی، همه جمع بشن و تنها خدایی که عاشقه رو پرستش کنن برای شعر بنویسن. که این شعرها همیشه از این به بعد نه فقط تو خاورمیانه بره،
بلکه توی تمام دنیا بره. شعرهای پرستشی، شعرهایی که مثل شعرهای مولوی، حتی از اونم قشنگتر. اون برکت هم خودت به مولوی دادی، اکثر شعراش اون برکتش از خودش اومد. حالا نمیخوام بگم تمامش. اون چاه آب رو ما الان میکنیم، باز میکنیم که بیاد بالا، هیچی نتونه جلوش بگیره و کل سرزمین ایران رو آبیاری بکنه، دل شکسته ملت رو بشوره و هر چیزی که شکسته است رو دوباره بیاره سر جاش بذاره و ما اون رو امروز برای ملت ایران میگیریم، مخصوصا برای کلیسای ایران میگیریم. به نام مقدس عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. هاللویا. You want to pray, Roland? I see locks in hearts just beginning to open. می‌بینم که قفل‌هایی که به قلب‌ها بسته شده داره باز میشه. All over the country I see thousands of locks and Jesus is turning the key. می‌بینم در سرتاسر کشور ایران قفل‌ها رو و عیسی مسیح داره با کلیدها باز می‌کنه، قلب‌ها رو باز می‌کنه. And Father, we call for the well of creativity. می‌طلبیم برای چاه خلاقیت روی این سرزمین که باز بشه. این چاه خلاقیت باز بشه همین الان. Open up. باز شو. An army of poets. An army of singers. یک لشکر خواننده‌ها. An army of dancers. لشکر نوازنده‌ها، لشکر رقاصان. An army of psalmists. Psalmists, army of psalmists. مزمور نویسان. Army of lovers. Sing. کسایی که میخونن پرستندگان. بخون. In Jesus name. به نام مسیح. Hallelujah. Yes. 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 شادی. Joy. Joy that comes from the Lord. و شادی در کلیسا. Joy in the church. شادی در خونه ها. In the households. شادی، شعر و شادی. که دیگه ما شعرهای غمناک دیگه ننویسیم. شعرهای شاد بنویسیم. ایرانی‌ها رو فقط با شعرهای غمناک نشناسیم. با شعرهای شاد بشناسیم. که خداوند اون چاه شادی رو، آب شادی رو امروز باز کنه، که خود منم احتیاج به شادی دارم. واسه این سوزی همیشه شاده. من یاد خدا میافتم گریه میکنم. شادی، شادی بیاد به خانواده ها. We need it. Yes. We do. The Middle East needs the songs of joy. Songs of joy. From the Lord for now. خاورمیانه سرود شاد میخواد، سرود پر از اشتیاق میخواد همین الان از خداوند. You're going to still pour out your grieving hearts to God for sure in songs. هنوزم توی مزمورها اون دل شکسته و غمناک رو میتونی براش اعلام بکنی. But you're going to start singing the resolve. ولی شروع میکنی نتیجه اون دعاها رو هم خوندن. Which is what David did. کاری که داوود انجام داد. Oh my soul, my soul. گفت او نفس من، نفس من. Why downcast, oh my soul. چرا پریشانی؟ چرا ناراحتی؟ Jump up and worship God, for He is real. خدا رو بپرستی، خدای ما زنده است، خدای حقیقی رو می‌پرستیم. He rejoices over us with singing. او از ما خوشنوده، شادی می‌کنه وقتی می‌خونیم براش. Rejoice. Okay. Shout, shout. We have just a little more here. Paul and Silas were singing hymns. We're still on the hymn. آها، هنوز داریم اونجا نگاه می‌کنیم. Paul and Silas were singing hymns. در واقع پولس و سیلاس. When they were in prison. وقتی توی زندان بودن. And what happened? We already talked about that. قبلا راجع صحبت کردیم. زنجیرها پاره شد. Everything was broken. Okay, so we talked about psalms, hymns. پس راجع به مزمور و راجع به سرودهای روحانی صحبت کردیم. Spiritual songs is the other. و سرودهای روحانی به اضافه شعرهای آهان. This is like we talked about before, through the breath of God in us. از طریق در واقع نفس خدا درون ما. God breathed songs. خداوند از طریق نفسش در ما سرودها رو می‌سراید. By the assistance of the Holy Spirit. به وسیله کمک روح القدس. For such a time as this. برای زمان حال. The power of worship. قدرت پرستش. All the prayers we just prayed for you. تمام دعایی که برای شما کردیم. These are unprepared lyrics. اینها در واقع بندهایی هستش از سرودها که از قبل شاید آماده نشده اصلا. And melodies. و اون ملودی های آهنگ. Given by the Holy Spirit. که روح القدس به ما میده. In one's own language. در زبان خود اون شخص.
usually a new song. و اکثر مواقع سرودی تازه است. Obviously a new song. و در واقع معلومه که سرود تازه است چون همون الان روح القدس به تو داده. The spirit it means breath because the spirit of God is like a wind. و روح القدس در واقع از نفس میگه چون که روح القدس تشبیه شده به باد. Invisible. و نمیشه ببینیش. Yet powerful. ولی پر از قدرت. We have to have faith. ما باید ایمان courage. داشته باشیم. در واقع کوریج داشته باشیم که میشه همون دلیری شجاعت داشته باشیم. Practice our personal relationship with him. Practice hearing him. و تمرین بکنیم که خدا رو بشنویم توی رابطه خصوصیمون با او. The spirit is the element of man to where we can feel and desire. در واقع روح spirit is an element of man. It's the element in man which gives us the ability to think of God. که به ما روح خدا درون ما این قدرت رو میده که بتونیم به خدا فکر کنیم و خدا رو بتونیم ببینیم، تجسمش بکنیم. Where we can connect. و میتونیم با او ارتباط رو برقرار کنیم. And this is the key to everything. و این کلید در همه چیز. This allows us to do what the Father's doing. این به ما اجازه میده کاری که پدر انجام بده رو انجام بدیم. That's what Jesus did. این کاری که عیسی مسیح انجام داد. And that's what he wants us to do. ما میخوایم هم همین کارو بکنیم. And that's what we want to do in our music. ما هم میخوایم این کارو در موسیقیمون انجام بدیم. What the Father wants to do. کاری که پدر میخواد انجام بده. To touch your families, your homes, your nation. که خانواده های شما، خونه های شما و ملت شما رو لمس بکنه. 2 minutes and 30 seconds. Well, we can just sing our way out. ما دو این دو دقیقه آخر می‌خوایم یک سرود پرستشی با هم دیگه بخونیم. Let's do the Jonah song. Jonah song. Yes. دوباره برمیگردیم روی همون سرودی که از یونس خوندیم. You can even play another chord change. Or would someone else like to pick? Look, 2 minutes is a long time. You can pick a scripture. Would you like to pick one? Psalm 91. Psalm 90. Oh, I can sing that without looking. مزمون 91. Said that just سوزی گفتش که یه آیه انتخاب کن. گفتم مزمور 91. گفت من بدون کسی نگاه کنم الان براتون میخونم اینو. Yes, come on. I'm gonna sit underneath your shadow. Study the sweet them to the air. Psalm 91. I'm gonna sit right underneath your shadow. And you will deliver me, son of a sweet God, sweet and fair. I don't need your to be as you will deliver me, cause I will hide underneath your wings. Zero man, zero ball, how you talk, all you ever shall. You will cover me. و تو از ما محافظت میکنی زیر بالهای خودت، زیر بالهای تو پنهان میشم و تو از من محافظت میکنی، برای من مکانی رو آماده میسازی. زیر بالهای تو خداوند، زیر سایه تو نمی ترسم، از چیزی نمی ترسم، کسی که در خدا پناه میبرد و در زیر سایه رحمت قادر مطلق متعال زندگی میکند، به خدا من میگوید تو پناهگاه و نگاهدار من هستی. خدای من که بر تو توکل دارم، او تو را از دام خطر نجات میدهد.